دیگه گردنش میشکست چی؟ تو برای قهوه برای خودت بگیر، زود باش. نه خیر، به نظرم بهتره تو بدی از دست زنده چایی بخوری. گم شد بیرون. هانده، تو دیشب چی کار کردی؟ تو راجع به من چی فکر کردی؟ فکر کردی من مثل اون زن بدبختتم؟ کورایی، من هاندم، هانده، و اگه میخواستم بمیرم میمردم، فهمیدی؟ چرا رفتی اونجا؟ اونجا چی کار داشتی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ چرا برای نشون دادن عشقت به من انقدر دیر کردی؟ چرا الان؟ برای اینکه ذهنتو درگیر کنم، چون از دست داده بودمت، شکست خوردم. شاید دلیلش همینه. واسه اینکه حس کنم تو منو دوست داری چندین سال منتظر موندم. الان تو هر چی دلت میخواد بگو، هر کاری میخوای بکن، میدونم که دوستم داری. خب بفرمایین دسر میل کنین. استاد لوند، شما چی تدریس میکنین؟ مدیریت استراتژیک، رشته مدیریت. استراتژی؟ منم خوشم میاد. فریحا درسش چطوره؟ خب من دیگه باید برم درسامو بخونم. نوش جونتون، خدافظ. بهتره منم دیگه برم، باید یه سر به مامانم هم بزنم. راستی استاد، من مامانتون رو رسوندم بیمارستان، ولی امیدوارم که حالشون خوب باشه. بیمارستان؟ خب این بار سوم بود که رسوندمش بیمارستان. از خودشون پرسیدم ملاقات کسی میرین یا نه، اما من خبر ندارم. خب بابت همه چیز خیلی ممنون، شب خیلی خوبی بود. استاد بازم حتما تشریف بیارین، خوشحال میشین. حتما. شب خوش. خوش اومدین استاد. خب شب بخیر. شب بخیر. خودم برمیدارم، بابت همه چی ممنون. خیلی خوش اومدین. چقدر آدم خونگرمیه، چقدر دست و دل بازه، با خودش شیرنی هم آورده. آره والا، حتی کفشاشو هم در آورد. یه مرد خوب و کامل. واقعا مرد خوبیه، شبیه بقیه آدم ها نیست. ببین پسرم، تو هم کارتو خیلی خوب انجام بده، هر حرفی که مادرش میگه رو انجام بده. باشه پسرم، آفرین. ببخشید عمه جون، به جای این که این حرفا رو به شوهر من بزنی به فریحا بزن. مگه ندیدین سر سفره به زور دو کلمه صحبت کرد؟ خیلی خوب، قبول دارم که جلوی استادش خجالت کشید، ولی به نظرم خیلی بد شد. خیر باشه بابا جون، تو فکری؟ خدیجه، من خستم، میخوام کمی استراحت کنم. شما استراحت کنین. راستی فردا قرار وسایلی که سفارش دادیمو بیارن. سلام. انتظار نداشتم بیای. شام چطور بود؟ غذای خونگی دیگه، چیزایی که اصلا بهشون عادت ندارم. خب کسی که خونه رو ترک کنه همین میشه دیگه. چرا میری بیمارستان؟ خب مواظب سلامتی من دیگه.
قبلا حتی دارو هم مصرف نمی کردی. مشکلی پیش اومده؟ جلسه خانوادگی داری؟ لوند، میشه خواهش کنم چند لحظه تنهامون بذاری؟ پس من اینجا یه مزاحمم. مشکلی پیش اومده بولنت؟ دوست دختر سابقه ات احتیاج به تسلی داشت. خب تو به چی احتیاج داری؟ توجه؟ قراره خشونت به خرج بدی. بس کنی، به خودتون بیای لوند لطفا. ببین بولنت، اگه میخوای توجه هم جلب کنی یا هر چیز دیگه ای، لازم نیست که دورو بر سنم باشی، چون تو چه بخوای چه نخوای من تو زندگیت هستم. اشتباه هم. تو تو زندگی من نیستی، من تو زندگی تو. من نمیخوام ازت معنی این حرف تو بپرسم، چون تو هنوزم آمادگی صحبت کردن با منو نداری. لازم نیست بپرسی که معنی حرفم چیه، خودت میفهم. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. سلام. جانسو امروز اومد هتل برای بیرون کردن من کلی داد و بیداد کرد. این دختره واقعا مریضه. اونال، من نمیخوام اینجا آرامش مسافرها رو به هم بزنه. سنم، میدونی که اون نمیتونه تو رو از این هتل بیرون کنه. میدونم، ولی من نمیخوام با اون سر و کله بزنم. در ضمن قرار نیست که تا آخر عمرم تو هتل زندگی کنم، مگه نه؟ پلین ترجیح میده تا وقتی اوضاع باباش درست نشده پیش مادر بزرگش بمونه، یعنی من تنها. فردا به مشاوره املاک زنگ میزنم، میتونی برای خودت یه خونه بگیری. عجله ندارم، خودم با مشاوره املاک تماس میگیرم، ولی بازم از تعارفت ممنون. چیزی شده؟ نه، میدونم خطرناکه ولی دلم میخواست بیام. چرا؟ مگه کاپیتان خونه شما نیست؟ دیشب تمام شب با محمد بود، بابا میخواست ازش تشکر کنه. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ مگه چجوری نگاهت میکنم؟ امیر، اون مردی که تو خونه شما با خانوادت سر یه میز میشینه، اون وقت من جانسو بیا تو. امیر، میدونم که خونه ای، خواهش میکنم احتیاج دارم با یکی صحبت کنم. امیر، من خیلی تنها. محمد، بیا اینم از اینجا ببریم. باید برم سر کار. یوف. داری چی کار میکنی؟ میخوام ببینم اگه چیز به درد بخوری توش نیست بندازمش تو. اون مال مامانمه.
خیلی خوب عزیزم، تو توشو نگاه کن بعد میندازیمش دور. سهر این چه کاریه؟ نمیذارم اینو بندازی دور. خب این با وسیله من همخونی نداره، چیکار کنم؟ میخوای بگیر بذار تو اتاق خودت؟ همین کارو میکنم. خیلی خوب، بگیرش، بگیر ببرش. صبر کن بذار کمکت کنم. خیلی خوب، ولش کن. بذار کمکت کنم. برگشتی اینجا. نه ترس، نیومدم دیدن تو، اومدم با جانسو صحبت کنم. فکر کنم موضوع رو میدونی. آره، ولی برام مهم نیست. خانواده اون دختر اذیتت میکنن؟ به جز تو و بابام هیچ کس با من کاری نداره. پسرم، من ازت هیچ چیزی نمیپرسم، بهت نمیگم از این که برگشتی به این خونه چه حسی دارم، ولی دلم میخواد یه چیزی رو بدونی. امیر، من مادرتم. اگه همینطوری پیش بری به کمک من احتیاج پیدا میکنی. یه جوری صحبت میکنی انگار دلت میخواد یه روزی محتاج کمکت بشم. خیلی منتظرتون بودم. بفرمایین. ببین جانسو، من اومدم اینجا تو باهات صحبت کنم، ولی دیگه میخوام پامو از این موضوع بکشم بیرون، واسه همین خیلی اینجا نمیمونم. من ازتون نخواستم برای موضوع سنم خانم و آقا آنال بیاین اینجا، چون دیگه سنم خانم تو زندگی من نیست، به منم ربطی نداره. من ازتون خواستم به خاطر امیر بیاین اینجا. بگو، گوش میدم. امیر و فریها از هم جدا شدن،
جدا شدن؟ تو اینو از کی شنیدی؟ از فریحا. خب مستقیم نگفت ولی من فهمیدم. جانسو مطمئنی که درست فهمیدی؟ مطمئنم، مطمئنم، چون که اگه بعد از حمله قلبی عمو رضا این ماجرا تموم نمیشد، اون وقت اونا هیچ وقت اجازه نمیدادن فریحا برگرده خونه. به من اعتماد کنیم. هر دفعه که با خودم گفتم از شر این دختر راحت شدم، خیلی محکمتر از قبل سر راهم سبز شد. واسه همین الان نمیتونم خوشحال باشم، ولی به خاطر اینکه اینا رو با من در میون گذاشتی ازت واقعا ممنونم جانسو جون. ولی دلیل دعوتم این موضوع نبود. دلم میخواد احساسات خودم هم با شما در میون بذارم. آیسون خانم، هیچ کسی به من کمک نمیکنه. جانسو جون، در چه رابطه‌ای به کمک احتیاج داری؟ یه لحظه. ببینی؟ من سال هاست دارم این عکس ها رو جمع میکنم. زیر بالشم میذارم. امیر رو برای اولین بار توی یه مجله دیده بودم. چندین سال منتظر روزی بودم که باهاش آشنا بشم و بعدش اون روز رسید. یه معجزه شد و بابام با اون شریک شد. میتونین تصور کنین؟ ما با امیر شریک شدیم. اگه این معجزه نیست پس چیه؟ ولی من الان منتظر معجزه واقعی هستم. من امیر رو میخوام آیسان خانم. میدونم که اگه بتونم یه کمی بهش نزدیک بشم اونم منو میخواد. من اینو میدونم، ولی برای این کار به کمک احتیاج دارم. تو رو خدا اگه شما به هم کمک کنید. جانسو، جانسو جلس، من در مورد پسرم حتی به خودم هم نمیتونم کمک کنم. تو واقعا متعجبم کردی. از دیدن اینا واقعا تعجب کردم. دیگه هیچ وقت در این مورد به من چیزی نگو. هیچ وقت. بابام اینا صحبت میکردن شنیدم. ما قرار از اتیلر بریم. کی؟ وقتی یه جای جدید پیدا کردیم. تا وقتی شما یه جای جدید پیدا کنین ما میریم خونه خودمون. نه، خونه یه خودمون، یه خونه یه گرم و نقلی و کوچیک، انقدری که فقط دوتامون توش جا بشیم بدون وسایل اضافه. یه منظره یه خوبم داشته باشه. نداشتم اشکالی نداره.
همیشه اینطوری به هم نگاه کن. تام اینطوری صحبت کن، اینطوری خیال بافی کن، اون وقت منم اینطوری به هم زال میزنم. توی من فکر کردم آیسون خانوم برگشته. جانسو تو حالت خوب نیست، چرا خودتو اینجا حبس کردی؟ خب تنها موندم، دارم استراحت میکنم. به نظرم تو به سنم خانوم احتیاج داری. چی داری میگی؟ اون زنی که با شریک بابام رابطه داره، حالا چون من تنهامو کسی رو ندارم باید محتاج اون باشم؟ جانسو میدونم که خیلی عصبانی و ناراحتی، ولی اون زن به بابات خیانت نکرد، بابات مرده، باور کن اونم دلش نمیخواست اینطوری بشه. واقعا که تو هم داری از اون دفاع میکنی، اونم با استفاده کردن از بابام. چرا؟ چون که دوست صمیمی مامانته؟ یا اینکه چون بهترین مشتری مزانتونه؟ چی داری میگی؟ آره خب وقتی سنم خانم بیچاره بشه، مزان شما بهترین مشتریشو از دست میده. همتون با هم همدستین، همتون فقط به فکر خودتونین. تو واقعا دیوونه شدی، کاملا دیوونه شدی. والا ببین سحر، نمیتونی تصور کنی که چقدر خیالم راحت شد. محمدم اونطوری که فکرشو میکردم رفتار نکرد، یعنی اگه فقط یکی دو کلمه با خواهرش حرف بزنه وای خیلی عالی میشه. عمه خدیجه تو هم فقط داری به این موضوع فکر میکنی، ولی محمد فقط به خاطر بابا سب کرده و دهنشو بسته نگه داشته. خدا کنه عصبانیتش فروکش کنه، وگرنه تو اولین فرصتی که به دست بیاره یقه فریحا رو میگیره. چی کار داری میکنی؟ دختر خیلی بدجنسی، به خدا آدمو از حرفی که میزنی پشیمون میکنی ها. دنبال فرصت میگردی یقه فریحا رو بگیره. بذار من بحثو عوض کنم و یه کمی حواستو پرت کنم. میدونی؟ انگار یه چیزی بهم الهام شد، یعنی یه لحظه یه چیزی حس کردم. فقط حس کردم، نمیگم میشه یا نمیشه، ولی تو میخوای ببینی مزه دهن من چیه؟ زود باش بگو ببینم چی میخوای بگی. میگم بابا رضا خیلی از استاد لوند خوشش اومده، خیلی دیده مثبتی بهش داره. چرا خوشش نیاد؟ آدمه به این خوبی، یه آدم تحصیل کرده است، استاد دانشگاهه و در ذهن باید بگم که خیلی آدم با تجربه ایم هست، خیلی عاقله. ببین محمد دیوونه ای مارم آروم کرده. هر کی ندونه فکر میکنه قرار محمدو بدیم به استاد. واسه این نمیگم، ولی انگار به نظرم چیز اومد که از فریحا میدونی که چی میخوام بگم دیگه. تو هم که همیشه فکرت دنبال چیزای منفیه. داداش من اون آدمو دعوت کرده خونه‌شو، نشونده سر سفره‌ش، اون آدم نون نمک داداشمو خورده، اون وقت تو چی داری میگی؟ خب چیزی بود که یهو به ذهنم رسید. خب دارم شوخی میکنم همه جون، منم قصدم این نبود، یعنی از دید بابا رضا استاد و فریحا در کنار هم یه زوج خوشبخت میشن. از کجا باید بدونم چی تو ذهن داداشم میگذره؟ الو سحر، نباید مامانم بفهمه که من زنگ زدم. عمه جون چطوری؟ کورای بازم شب خونه نیومد، موبایلشم خاموشه. من دیگه طاقت ندارم. آه مگه میشه منم؟ دلم خیلی برات تنگ شده، ولی باید طاقت بیاری. دیدی نشد، پاشو بیا اینجا. ما منظورت چیه؟ بیام اونجا؟ دختر مثل خنگا حرف نزن، پاشو برو دانشگاه. دانشگاه؟ واسه چی برم؟
برو خودتو یه نشون بده. برو ببین دختره اونجاست، شوهرت پیششه یا نه. یعنی نشون بده. درسته شوهرم بدون حلقه میاد دانشگاه، ولی من هستم. اگه عصبانی بشه چی؟ یکمی از عقلت استفاده کن. بگو به خاطر فریحا اومدم. خب اگه اون دختره پیشش باشه اون وقت چیکار کنم؟ ساشینو باشن یاد نه؟ یا کزم باید خون سردی تو حس کنی. از بالا بهشون نگاه کن یه طوری که انگار برات مهم نیست، اصلا بهشون اهمیت نده باشه. حتی از لج اون دختره در حالی که داری تو چشماش نگاه میکنی دست شوهرتو بگیر. بهش بفهمون که حتی اگه اون تو رو دوست داشته باشه بازم شوهرتوه. خیلی خوب، پس من میرم آماده بشم برم دانشگاه. باش عزیزم، مواظب خودت باش. سحر خانوم ببینم حرفت با عمت تموم نشد. عمه جون دلش برام تنگ شده، میخواد منو ببینه. مامان دیگه هیچ وقت به هم نگو جانسو دوستته و باید بهش کمک کنی. چی شده؟ اینقدر بیماره که بالاخره تونست منو هم عصبانی کنه. دیگه نمیخوام ببینمش. من نمیدونم چی شده، ولی تو خودت هم داری میگی که اون مریضه، درسته؟ چون بیماره میتونه هرچی دلش بخواد بارم کنه. آره چه جالب، ولی ما نمیتونیم حال اونو خوب کنیم. دیگه برام مهم نیست. کلسوم اینجا چیکار میکنی؟ هیچی، اومدم ببینمت. دلم برات تنگ شده بود. چیزی شده؟ چی میخواد بشه؟ میخواستم کورای سورپرایز کنم. دیدیش؟ نه ندیدم. میخواستم بعد از دانشگاه بیام خونتون دیدنت. آه پس ندیدیش. خب من میرم از امیر بپرسم. چیزی شده؟ کورای میخواد از من جدا بشه. خیلی دوستش دارم، دلم نمیخواد زندگیم از هم بپاشه، ولی فریحا من نمیدونم باید چی کار کنم. تو رو خدا به من کمک کن. نمیدونم، باهاش صحبت کن، بهش بگو چه حسی داری و چه فکری میکنی، بعد ببین چی میگه. اون میخواد از من جدا بشه، جوری حرف میزنه انگار میخواد بگه آزادم کن. نمیخوام به زور نگهش دارم، ولی نمیخوامم که از دستش بدم. ببین اگه از مامانت یا بابام اینا میترسی؟ نه فریحا، من از کسی نمیترسم، از اینکه کورایو از دست بدم میترسم. ولی وقتی دوستت نداره، یعنی وقتی دوستت نداره پس نمیتونی به دستش بیاری. امروز دوستم نداره، ولی فردا چی فریحا؟ ببین کلسوم، کورایو فراموش کن، به خودت فکر کن. تو چطور میتونی با آدمی زندگی کنی که دوستت نداره؟ یعنی تو داری به هم میگی ازش جدا بشم؟ تو منو درک نمی کنی. من فقط میگم که واقعیت رو ببین. نمیتونی درکم کنی، اما سحر درکم میکنه. تو که با سحر درد و دل نمی کنی. درد و دل میکنم چون اون منو درک میکنه، کمکم میکنه. به حرفای اون گوش نده کلسوم، وگرنه اتفاقی خوبی نمیفته. خیلی خوب فریحا، من منظورتو فهمیدم. من دیگه میرم. کلسوم این زن داداش خودمون نیست؟ آره والا خودشه. الو سحر، کاش نمیومدم دانشگاه. زندگیم داره خراب میشه، حتی فریحا بهم میگه جداشو. نوبهار، متعجبم کردی، ولی سنم من نمیخوام که تو منو متعجب کنی. حتی میترسم بپرسم منظورت چیه، ولی من میخوام خیلی روک و راست حرفمو بزنم. هر چیزی که بین تو و لمنت بود، اسمشو هر چیزی که میذاری، دلم نمیخواد بین تو و بلنت باشه. میدونستی کورایی میخواد طلاق بگیره؟ آره
من میدونستم که خوشبخت نمیشن. خیلی خوب، حق با توه. ما باید در مورد این قضیه بی‌طرف باشیم. نمیتونیم بی‌طرف باشیم. نه کاری از همون برمیاد. به 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 آقا محمد، عجب ماشینی زیر پاته. راننده کسی هستم. آها، ماشاءالله خیلی خوبه. پس خسته نباشی. میگم بهتره دیگه با هم حساب کتاب کنیم. به بابات گفته بودم به این زودی ها نمیشه. البته خب شما الان وضعتون خوبه، ما رو که درک نمی کنیم. برای چی درکت نکنیم؟ یعنی چی که وضعتون خوبه؟ خب همه دارن راجع به شما حرف میزنن. خواهرت حتی سوژه روزنامه هم شده. الانم که برگشته شما قبولش کردین. خب چرا قبول نکنید؟ به سر به این پول داری. به شما هم یه چیزی میرسه دیگه. خب گوش کن، تو جای پدرم هستی، مراقب حرف زدنت باش. آره، خب از قدیم گفتن حقیقت همیشه تلخه. بابای تو هم اینقدر صبر کرد تا وقتی دخترش با یه پسر پولدار فرار کرد، بعدش اومد گفت میخوام شراکتو به هم بزنم. اگه شما پشتتون به اون پسر و پولاش گرم نیست، پس برای چی اومدی این کارو میکنی؟ خفت میکنم مرتی که یه عوضی. یا آقا ما برو کن، ببینم رو نداری نه جلوی طرف خونه رد بشین، اون وقت دست رو من بلند میکنی؟ مگه فقط من دارم راجع به کارهای خواهرت صحبت میکنم؟ محمد، همه دارن راجع به خواهرت صحبت میکنن، همه. برو ببینم. کاظم میگه پاشو بریم مادرمو بیاریم. وای آبجی، من نمیتونم با مادر شوهرم زیر یه سقف زندگی کنم. با اون مادر شوهرت نه تنها تو، منم بدبخت میشم. آره آره بخند، حقم داری که بخندی. راستی آبجی، چرا خونتون اینقدر به هم ریخته است؟ چرا همه وسایلو آوردین اینجا؟ والا گلفیدان، این کاره عروس خانومه. آها، راستی داداش رضا اینطوری اذیت نمیشه ها؟ داداش من اصلا زبون نداره، بیچاره یا اینجا میشینه یا میره تو اتاق دراز میکشه. راستی ما امشب داریم میریم روستا. خب داداش رزام بیاد روستا، اینجوری عمر و آبجی زهرام خوشحال میشن. تازه داداش رزام یه حال و هوایی عوض میکنه. آبجی نمیدونم دکترش اجازه میده یا نه، یعنی تحمل این مسافرت طولانی رو داره؟ خب از دکترش بپرس، آب و هوای اونجا خیلی براش خوبه، اگه بتونه بیاد خیلی خوب میشه. یه لحظه، یعنی شما این وسایل رو نمیارین تو؟ باید همینجا بمونه؟ قرارداد اینطوری بود، حمل و نقل تا دم در. من باید اینا رو ببرم تو؟ نمیدونم. با اجازه. آه خدای من، این چه وضعشه؟ مگه میشه وسایل نو دم در بمونه؟ واقعا که من ازشون شکایت میکنم. سحر، کاری به کلثوم نداشته باش. چی شده؟ نمیدونم از این کارا چی نصیبت میشه، ازش فاصله بگیر. فهمیدی؟ رفتم به موتورخونه سر زدم، چیزی نبود. داداش ببین گلفیدان چی میگه. چیز من و آبجی خدیجه صحبت کردیم، ما امشب بعد از شام میخواییم را بیافتیم بریم روستا. تو ماشینم جا داریم، اگه بخواین شما میتونین بیاین. واقعا ممنون گلفیدان، خیلی خوب میشون. به خدا خیلی دلم برای عمر تنگ شده، ولی با این اوضاع خونه من چجوری برم؟ پس فکراتون رو بکنین. خب دیگه روز خوش. برو به سلامت. به خدا داداش، دیگه دارم ناراحت میشم، طوری حرف میزنی که انگار تو یه مرد تنهایی. پس من اینجا چی کارم ها؟ ببین محمدم که سر کار خودشه. تازه مگه نمیگی از اینجا بریم؟ اون وقت دیگه کی وقت میکنی بری روستا؟ این بهترین فرصته. راستش خدیجه نمیدونم، اگه وقتی من اونجا هستم اینجا یه اتفاقی پیش بیاد چی؟ نمیخوام اونجا دلشوره اینجا رو داشته باشم. داداش چی میگی؟ همش دو روز میمونی، تازه دکترم گفته که هوای تازه خیلی برات خوبه. شفا آوردی؟ خدیجه یه چیزی بهت بگم. بگو. راستش انقدر دلم براشون تنگ شده که نگو. خدیجه همین الان برو همه داروهای منو بدون کم و کاستی جمع کن. چشم داداش. اون ماشین عمر کجاست؟ دفعه پیش گیر داده بود که من ماشینمو میخوام.
بچه هست دیگه، دلش میخواد. فکر کنم سر گذاشته بود تو صندوق. فریهام صندوقو برده تو اتاقش. من میرم وسایلتو جمع کنم. باشه. شما صحبت میکنم. خواهرت حتی سوژه روزنامه ها شده. مگه فقط من دارم راجع به کارهای خواهرت صحبت میکنم؟ محمد، همه دارن راجع به خواهرت صحبت میکنن. همه. ادامه سریال در وبسایت موویباز.